زندگی شما. بازم گلوله های تهران در قلب کردستان، ولی گلوله های حکومتگرانی که بیش از 30 سال است به زور بر مردم ایران و بر ملیت های ایران زمین حکمرانی می کنند. گلوله ها گلوله های دشخیمانی هستند که با فرهنگ ایران زمین، با تاریخ دیرینش در تضادند. رژیمی که 30 سال پیش مردم کردستان ایران در رفراندوم 12 فروردین سال 58 به پای صندوقهای ریگیری نرفتند و به جمهوری اسلامی ایران ری ندادند. چرا؟ چون نمیدانستند در جعبه جادویی جمهوری اسلامی چه چیزی نهفته است. و این زمین ساز فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان ایران شد. فرمان جهادی که سوزاندن طبیعت کردستان، ویران کردن شهرها و روستاهایش را در پی داشت و چنین عملکرد فجیانه متاسفانه با سکوت همه جانبه دوستان ما و همسرنوشتان ما مصادف بود. ولی خرسندیم که امروز در زندان ایران زمین آذری و بلوچ و فارس و ترکمن و عرب دریافتند که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در کمالیت خیلی خواهیم توانست که به دموکراسی دست یابیم. آری، ما خواستار استحکام و گسست ناپذیر ملیت های تحت ستم در ایران زمینی. ما را ضد ایرانی و ضد تمامیت ارضی ایران معرفی می کنند. چرا؟ چون می خواهیم ثروت ملی ایران زمین در راستای آبادی و در راستای سازندگی کشور به کار گرفته شود، نمک جیب تروریست ها در فلسطین و لبنان و عراق سرازیر شود. فلسفیست. چرا؟ چون ما خواستار نیرانی بسازیم در کنار هم و با حفظ تفاوتهای من اتحاد من را حفظ بداریم. ما میخواییم ایرانی بسازیم که در آن زندانی سیاسی وجود نداشته باشد. زندانیان اجتماعی در زندانهای آینده ایران مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرند. ما میخواییم ایرانی بسازیم که در ایران آینده زنان به خاطر عشق، به خاطر محبت و عاطفهشان مورد سنگسار قرار نگیرند. و ما خواستاریم هیچ شخصیت فراقانونی در ایران آینده وجود نداشته باشد. شخصیت یا فردی که جرأت بکند در راستای تغییرات اساسی به نفع خود و کابینه خطرناکش، کابینه بسیجی و سپاهش دست در صندوقهای ریگیری مردم ببرد و تقلب صورت دهد. ما از همان روزهای اول و در طول 32 سال گذشته گفتیم که انتخابات آزاد و دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران بی‌معناست. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه فقط در 1.5 سال گذشته جنایتکار و ضد حقوق بشر نمونده است. بهار خونین سنندج، بمباران شهرهای کردستان و دیدیم اونهایی که میخواهند بگویند جمهوری اسلامی ایران مال فارسهای شانیسته در واقع عواملین جمهوری اسلامی ایران هستند. آنهایی که در کهریزک و زندانهای دیگر مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتند از بهترین فرزندان دموکراسی طلب و خواستار رعایت حقوق بشر در ایران زمین بودند و بدون هیچ اما و اگری هم سرنوشتان امروز و آینده ما هستند.
سربازی نقیر رسیدید. میخواهیم ایران را پس بگیریم از چه کسانی؟ اگر آنها ما را عواملین بیگانه معرفی میکنند، هم نسلان ما وقتی که تاریخ را ورق میزنند در میابند که جمهوری اسلامی ایران و سردمدارانش عواملین اصلی بیگانگان و در تضاد عمیق با فرهنگ ایران زمینند. مگر شش کشور سرمایه داری جهان در کنفرانس گوادالاپ گرد هم نیامدند و تصمیم گرفتند که خمینی و سیستم فکریش را بر ایران زمین تحمیل کنند و این حرکت در راستای مبارزه با کمونیسم به ویژه کمونیسم روسی بود. امروز ما خواستار پس گرفتن ایران زمین از کسانی هستیم که تا اعماق قلبشون حرکات غیر انسانی انجام میدهند بدون اینکه آبایی یا بدون اینکه خمی به ابروهایشون راه بدهند. ما خواستار پس گرفتن ایران زمینیم و خواستار سرزندت ایرانی هستیم که همگان با کمال احترام و با حفظ تفاوتهای من در کنار هم دیگر زندگی کنیم و اینم بدون هیچ اما و اگری، با تقسیم عادلانه قدرت و ثروت امکان پذیر است. ایران آینده برای همه ایرانیان. امروز اگر بنگریم و به خوبی دقت بکنیم در بلوچستان، فرزندان بلوچستان، فرزندان کردستان از کمترین امکانات مادی برای تحصیل برخوردارند، در حالی که روزانه میلیون ها دلار از سرمایه ملی ما به جیب تروریست ها در گوشه و کنار دنیا سرازیر میشه، در ونزوئلا، در امریکای لاتین. و ما خواستار پس گرفتن ایرانیم چه چنین عواملی را کنار بزنیم و ایرانی دموکراتیک بسازیم. سپاسگزارم. که مردم ایران به من گفتن که من بگم که این کمیته با حفظ منافع اقوام ما در ایران به تمامیت ارضی کشور باور دارن و این رو گفتن که من اینجا اعلام بکنم و آقای رشیدی آمدن که از طرف اصطلاح روزنامه نگاران و به عنوان فعال حقوق بشری راجع به مسائل کردستان صحبت بکنن. من از سخنران بعدی از آقای علی افشاری تقاضا میکنم از طرف کمیته همبستگی با خواستهای دموکراتیک مردم ایران تشریف بیارن صحبت بکنن. امروز ده ها هزار زن و مرد، پیر و جوان ایرانی با موشهای گره کرده و با قریب فریاد بر سنگ فرشهای خیابان رأی و نظری را اعلام کردند که در صندوقهای رأی انتخاباتهای فرمایشی و دست تقلبها و دستبردهای انتخاباتی از آنها دریغ شده بود. امروز روز غرور و شرف ایرانیان بود، روز ترکیدن بغض دیرینه، روز فریاد خاصی تاریخی، روز خروش بر علیه ظلم و جهل، روز نافرمانی در برابر خدایان دروغین زمینی، روز تجدید عهد با اول انسانهای مظلومی که با شکست مرگ جاودانه شدند، روز قریب عظمت دلاورانی که در برابر گلوله با توپ گاز اشک‌آور و دستبند ایستادند و در یک کلام روز خشم مردم ایران بر علیه قاصبان و بیدادگرانی است که دیری است سایه شوم و ضحاک‌بار خود را بر آسمان جامعه ایران پهن کردند. امروز نیز چون 25 بهمن سید علی خامنه‌ای دیکتاتور مذهبی ایران آماج حملات معترضین قرار گرفت، متزلزل شدن شخصیت فردی و جایگاه حقوقی وی که علت العلل مشکلات و ستون فقرات دشمنان آزادی و حقیقت و شیفتگان قدرت انحصاری است
گامی اساسی در گذار به دموکراسی در ایران.